سلام. خانم بخشی ببخشید، این ما اصلا آتیش نمیگیره، هر کارش میکنیم این شعله نمیگیرن. گفتم جنس شرکت قبلی بهتره، هیچ گوش نکردین. توپ انفجارش میدونین جون نداره، ریز نمیشکفه، نمیشکفه. این 6 هفته دیگه شام کمچین روشن نشده، دود و کثافت نه هیکل ما. مسئول پخش خانم شریفیه، لطفا به ایشون بگین. دفعه پیشم باز اومدین یه موردی رو مطرح کردین، گفتم تازه اومدین از شرط اداری سر در نمیاد. شرط اداری لطفا دیگه اشتباه نکن. چش شما ببخشید. شما ببخشید. فیسبوک شما دکمه کانفرم داره؟ نه نه ببخشید. باشم به سوریه جواب میده. زیاد نکنش، خوشگل کام نمیده. بابا خفش به تو چه. مانگوره گیک. تو گفت صندوق در مورد گذاشت چین این تو مجی برگه انبار پکن، برگه ترخیصه. نگاه بروشور اون تیر و ترقه هاست. آره چرا پارش کردی؟ چی کارش کنم؟ انبارش کنم؟ وقتی بعد این همه سب کردن بار رسیده، وقتی پولشو جیرینگی دادم، وقتی یارو طلبکار برمیگرده میگه کل بار تو بده جای طلبم، مگه مغز خر خوردم مردیوش کنم 30% هم ازش کم بشه؟ حالا چهارشنبه سوی رد شد که شد. ببین طلبکار بهره بگیر فرق میکنه با طلبکار معمولی که به خواهش و تمنا جواب بده. بعد یه صبح تا زور التماس کردن، تازه مردی که برگشته میگه کل بارتو بده سود منم بده. قشنگ آدمو میگیرن میکنن اون تو. مسعود چه؟ یه منزم علفو بدار کن. بگی فردا دیر نیه بگی تا نصف شب چهارشنبه سوری بودن. باشه آقا باشه. کار ترخیص این تیر و ترق رو بدم به کی؟ سعید بهتره یا جلوان؟ یعنیش خودم بینم میگم چینشو تو رفتی بذاری چیزی هم گینه اینا بیان ناراحت میشه. بهت کن بابا، به نام من خریدی، خودم بینم ترخیصش میکنم. با اونا 2 روز اسیر وکالت و گواهی امضا میشه. بیکاری مگه؟ اونا برن میشه 1 هفته، من برم پس فردا تهرون. مسعود چی به این یارو زن بنک داره زنگ زده شهرستانی هم؟ گفته از ما خرید نکنم، بهداشت به ماتیکاشون گیر داده، ماتیکاشون فاسده. مسعود کی به زن زنگ زده؟ مجید یه مایه ای هم از زن چاپید بعد از این که شیرین مرز بازی داره برد. چیزه؟ فقط خواستی بیرونش کنی بذار 2-3 هفته دیگه، چون میفهمه من بهت گفتم. سلام
رو عشقه. ممنون. بنگ حال میکنی بزنیم اسمه. ببخشید مجید مرادی گفتم توی تخت ایرانی اطلاع به تخت ایرانی غریبه بری نشی بازی و بیکلس بازی همین عزیزم غریبه هم بود یعنی آشنا بود کی بود خودم فاتحی بوده فهمیده زنگ زدم بزنه اسپانیه گفتم بازیگار نخر یکی اون برستاده منو بزنه هم یه اون مغازش رو آتیش بزنم یه اوچاقو تیکه دیکش میکنم یه افتم هم زندان به دره هیکی خواه اگه اون داده تو رو بزنی یعنی من تو رو فروختم به فاتحی چون فقط من میدونستم زنه خود زنه گفته زنه مگه مرض داره که بگه زنه عقل داره تو اجتماعه میدونه اگه بگه بجوری بد میشه برات نه اون گفته نه اون کسی که تو رو زده آدم فاتحه ببین تو سپرده دست منی من به خواهرت گفتم مواظب مجیدم مجید من گفتم بذار یه خود باهات باز برخورد کنم یه خود باهات حال کنم اما تو جنبه نداری من گوه بخورم بذارم یه دفعه دیگه تو چیز بکشی اینه خوره ها میری با هر دیوانه خلاف میکنی زشت خلاف نکردم بابا همه تو چهارشنبه سوری آتیش میگیرن تو چابو میخوری خوب میشه جوش میخوره خوب میشه تموم میشه یه دو سه روز بمون خونه منم باید برم بندر این ترق فشفشه ها رو ترخیص کنم ولی میموندم پیشه درم سریز کرد گفتم کشته شده تموم میشه بازم آجید کنم نترس نمیندازه زندان نمیندازه الانم دارن بار میزنن خودم میشینم پلو راننده کامیون هی بهش میگم گاز بده که اگه گاز ندی فاتحی رو میزنن آره Thank you.
نمیدم برای خودمون. خفه کار کن بابا. اینکه چند سال وای که کار کنی اعتمادش جلب کنی بعد قلم به مالش بپیچونی خیالات بچه‌هاست. ببین ما آدمای اینطوری رو میندازیم تو گونی. مسعود جون خفه شو خفه شو خفه شو، همه چی به نام منه. برم زندون ولت نمی. چیه اختلاف خانوادگی و زنم دعوام شده میخواد از من طلاق بگیره؟ آره شما با خانمتون دعواتون میشه یا نه؟ همیشه با هم در تفاهمی. این بار تو کی اینجا میمونه؟ این زیاد اینجا نمیمونه. خونه پرش 10 روز، منم هر هفته یه بار شارژت میکنم. خوبه؟ همین یه دونه تو بازم هست. نه، دو تا خبر دیگه هم هست. مسافرین محترم، پرواز الو سلام. سلام. اگه اون سینما نسوخته بود و اون روز قرارمون کنسل نشده بود الان با هم ازدواج کرده بودیم. میبینی قسمتو؟ میخوام ببینم اتون. اشکال نداره، من فردا خودمو یه ساعت قبل از حرکت شما میرسونم ایستگاه راهن تهران. واقعا؟ اصلا اینجوری یه نمه در به دروار مزهش بیشتره. الو آقای ترابی، اینجا این میبینی منو؟ ندیدمت. همینجا وسط سالن وایستادم. نمیبینمت. الان چی؟ الان منو میبینی؟ نه هنوزم ندیدم. یه لحظه صبر کنی. نه خب دست کن بده. الان دارم دست کن میدم. میبینید منو؟ یه لحظه صبر کنی. آقای جون اگه یه دفعه نقشه ها رو ببینید من دیدم. الان میبینی؟ آها آها الان همه دارن میرن اون ور. فرصت صحبت نمیمونه. منم نمیخوام دوباره بعد از 16 سال ببینمت. میتونی من یه جوری رد کنی اون ور گیت؟ یعنی چه جوری اون وقت؟ من لیست کوپهاتون رو دیدم. یه کوپه بود که اسم دو نفر فقط توش بود. اسم منو بریم سون تو بگو که ایشون یه کارشناس مدعوه. منم ادای یه کارشناس مدعوه برای در میارم. خوبه. بفرمایید ایشون فرق داره. فرق داره میگیره خوش میکنه. دوری کن آقا جان. دوری کن جدی بگی. دوری کن آقا من پرپخت نکن مانه گرفت دارم کن کنار آقا دو دقیقه فاصله بده آقا دوری کن برق داره برق بگیره خوش میکنه بفرما تا رو خدا بفرما داداش برو کنار دیش شوخی نمی کنم که بفرما ببخشید آقا این مردم نزدیکی میکنم بیا آقا من ازت بچه هر نیمه شوخ کرد و برتر گرفتار شو به این سال جواب میکنم احتیاط کن آقا دو دقیقه آقا ببخشید ببخشید به این همایشیه فکر میکردی؟ آقای برقی؟ نه، حواسم اونجا دیگه بود. کجا؟ خب، من کارم کار وارداته. آخرین پارتم هم یک معموله آتش‌بازی بوده که نمیدونم چی بوده، طوفان بوده، کشتی دیر رسونده. هم میتونم بارم رو مرجوع کنم چین، هم میتونم سعی کنم تا چهارشنبه سوریه بعدی. خلاصه بی مشتری موندم. میتونم بهتون کمک کنم؟ واقعا میتونی؟ یعنی شما میتونید بار منو بفروشین برین همایشی یا میشه اینجوریه؟ میشه؟ آها من اشتباه کردم. من فکر کردم شما به من میگید که من میتوانم به شما کمک کنم، در صورتی که شما منظورتون این بود که آیا من میتوانم به تو کمک کنم؟ من فکر کردم خبری در صورتی که شما سوالی گفته بودید. میتونم. الان این سوالی بود یا خبری؟ خبری. باز چرا رفتیم تو فکر؟ گفتم میتونم. میخواییم برم به این همایشی بگم باشون صحبت کنم؟ خب داشتم به این فکر میکردم که من با شما بیام تا بندر بعد شما بریم کیش خودم برگردم تو ایران. از این دیگونه بازی ها. میشه؟ خانم شریفی؟
اون بنر استندایی که آقا جون کجا گذاشتین؟ جاش امنه؟ دستش رو بفرمایید بشین دیگه. یه شب تا صبح. یه کارشناس مدعو داریم. بله. مدعو دیگه چی سیقه خانم از این چیزا نداشه، ما کوپه اختصاصی گرفتیم. جا نداره. بفرمایید. آها ایشون هم کارشناس مدعو. بله خوش اومدین. بفرمایید. نشین اینجا قربونت. نشین بردار میگیره تو خوش میکنه گرفتار میشه. بشین آقا. بشین اونور. ای بابا. بر کیف من جا نیست آخه اینجا باشه این همه آدم. خانم های عرض کوچیک خدمت شما بیرون ببخشید بفرمایید لطفا. بابا. بفرمایید. حال شما خوبه؟ بفرمایید. سلام علیکم. ببخشید خانم بخشی ها. شما مهمون دعوت کردن تو کوپه اصلا اشکال نداره ولی اینا بفهمن ناراحت میشن. اینا اصلا آدمای باحالی نیستن. آقا مهمون کدومه؟ ایشون کارشناس مدعوه. ببخشی میتونم برم تو کوپه؟ خواهش بگم کوپه. من واقعا عذر میخوام، ایشون اصولا آدم بیشوریه. مهم نیست، این مال شما. این چیه؟ بازش کن. وای چقدر خوشگله. حالا بزن. یه بار خوابتو دیدم، یه عینک شبیه رو صورتت بود، خیلی بامزه شده بود. مرسی. من میرم با همین معاون اجراییات راجب محموله شما صحبت کنم. میتونم رد شم؟ لازم محموله خودتونه. ده و درمون به کلی از دست داده بودم. ولتاژ بدنم همینجوری داشت اوج میگرفت. خودم سپردم دست خدا. به خدا گفتم آ خدا چه کاری بود با ما کردی؟ خودت میدونی که دیگه هیچ کس تو این دنیا نیستی دست منو بگیر و بر نگیرتش. تنها کسی که میتونی کارو بکنه خودتی. ای خدا دستمو بگیر. غلط کردم. در اوج ناامیدی در خونه رو زدم. گفتن آقا بیا میخوایم بریم بررسیت کنیم. ممکنه شما خوب بشی. ولی کی؟ من؟ مگه ممکنه؟ یعنی چند درصد؟ گفتن دیگه درصدشو باید دکترها معلوم کنن. در اوج ناامیدی به خدا گفتم با خدا خودت میدونی که من روسیاترین بندتم. قول میدم، من قول میدم که دیگه هیچ گناهی نکنم. شما همه درصد ما رو صد درصد کن. گریه نکن دیگه بابا، همه آزمایش های ما رو به هم زدی. ای بابا من باید میریخم همه آزمایش های در شرایط گریه اتفاق افتاده است. بروج مایات درد سر داره دیگه. میبینی آقای کارشناس مدعو چقدر گرفتاری داریم ما. راحت اینا
واقعا معذرت میخوام، ببخشید انقدر دیر شد. طول کشی احمقن، واقعا احمقن. فکر کرده کیه من یک ساعت دم در کوپش معطل نگه داشته؟ بهش میگم آقا شما اصلا مدیر اجرایی معامله، اصلا گوش نمیده به من. ترس برش داشته، فکر کرده من کمیسیون میگیرم، اون سرش میمونه بیکلا. حالا یکی از همکارامو یه چیزی میگفت، راستم میگفت، میگفت این دکتر جمالی رئیسمون، اون حتما موافقت میکنه. بالاخره حتما این دکتر جمالی احمق نیست. نه اون احمق نیست. ما تو سال گذشته 3 جشن برگزار کردیم، اون از این خریدا داره. اول کار گفتم من و این آقای برقی رو با هواپیما یه راست بفرستین کیش، گفتم آقا این برق داره و تشعشع داره آقا چپه میشه. ما گفتیم آقا حرف علمیه، باشه اوکی. حالا میگه ما رو مثل کنسرو بادمجون چپونی توی بند. بابا دارین با این گدابازیاتون کل آزمایشات پزشکی رو خراب میکنین. آخ 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 الان ما باید بگرخم که من گفتی آنتن دیگه؟ نه ما میگم نه نه من اند مرام داداش، من تای آنتنم، خودم آنتنم، بابام آنتنه، پدر جدم آنتنه، که چی بندر چارک میرم. این ماشین خوبه و سویچه نباشه، گزارش رو به دکتر جمالی و همه پزشکا میگم. اونم چه مگه من خانم بخشی هم که منو یه رنگ پادم کوپه 200 نگه داری؟ بندر چارک علافم کنی راپورتو دادم تام و تمام. زیاده فرمایشی نیست. خدا حافظ و بیامرزد. سیرابی آدم احمقی. شما میگین احمقه، ولی نصف کارهای دنیا رو احمقا رو میندازن. به نظر من واسه بار ترقه و فشفشه به اینم بسپارید مشتری پیدا کنه. زنگ زد به همون یارو که شما رو پشت در کوپه معطلتون کرده بود، زنده و مردش جنبون که چرا ماشین قرار بدی ندادی. شما هدفون تو گوشت بود نشدیدی. واقعا دمش گرم، ماشین برای شما. آره این بازاریاب خوبیه. آقای جودکی ببخشید، یه عرضی داشتم. کلاس من وقتتون راستش بخواهم، من غیر از این که توی شغل هستم تو کار واردات هم هستم، یعنی در واقع یه بار آتش بازی دارم که تصمیم دارم تو کیش بفروشمش. خواستم ببینم شما میتونید به من کمک کنید من بارم بفروشم؟ البته پورسانتتون محفوظه ها. آتش بازی؟ بله. شما بازاریاب خوبی هستی. جدی؟ من اگه بازاریاب خوبی هستم، شما وارد کننده خوبی هستین. میفروشم براتون، یه جور میفروشم، اصلا نفهم از کجا آمده از کجا رفته. بفرمایید ماشین گرفتم. بفرمایید دست شما درد نکنه. آقای کارشناس مدعو هم بگیم بیاد دیگه. بالاخره تو قطار که بود، تو ونم بود و ماشین و کشتی هم هست و تو هتل هم که حتما در خدمت شما. بفرمایید آقای ترابی، آقای ترابی. اولش میخواستم یه جشن طلاق بگیرم مثل چند تا از دوستان، ولی نکردم. البته طلاق من منطقا کار درستی بودا، ولی تنهایی بعدش انقدر با آدم فشار میاره که فهم کنی اشتباه کردی جدا شد، ولی بعد میفهمی اشتباه از ازدواج اشتباه بوده نه از طلاق که گرفت. حالا بخشید یه رفت الان بعد باشه.
برقی خوابه. آقا نکنه این کارو. آقا نکنه این کارو. نه چیزی در راستای پژوهشه. همینم این خود برقی شما فکر کنم. در زم آقای برقی اسباب‌بازی نیست. میخواییم بریم تو غار تنهایی تو؟ هم بله بریم. من حتی به شوهر سابقم هم اجازه میدادم بره تو غار تنهاییش. فقط نمیدونم چرا با همه این مراعاتایی که کردم بازم نتونست درست رفتار کنه. بفهم خانم بخشی ببخشید من تبلیغ مأمور آتش بازی شما رو تو فیسبوک کردم. سفرتونم دیدم دیدم اوضاع زر نابسامان ولی حالا با همه همه چل میشه. خیلی ممنون مرسی. من که پریشون نبودم زرف تو پریشونم تر. این دل دیوونه رو میکشی با خود کجا؟ میدونه کنتور بخشی رو کار میکنه؟ نه آقا نمیدونه. اینجوری میچرخه این خواهد. ببخشید من اصلا فکر نمی‌کردم کسی تو ماشین باشه. اصلا لازم نیست نگران باشه مهندس. من یه دکترم، مهندس نیستم. نگرانم نیستم ابدا. من شک ندارم این چیزی که تو دست شماست از این چیزی که تو دست من بهتره. مال من علف مال شما چیه؟ می‌زنی؟ خودت بزن. من از چیزا بدم میاد. همه‌شون از دم آشغالن. من دارم دوزم رو کم میکنم که اینو استفاده میکنم. راحت باش دکتر، اصلا لازم نیست واسه نشه واسه دلیل علمی بیاری. دکتر اگه این دمجوش چیز خوبی باشه منم حاضرم از این بزنم به جای علف ملف که دیگه منم کم کم دوزم رو کم کنم و پاک پات بشم. یه پر پرتقال بده. بیا برو قهره پرتقالی ها. دکتر حالا که با این دمجوشت رفتی قهره پرتقالی ها ما هم به خودت ببر قهره پرتقالی ها. چهار سیسی برای خودت بریز. یه نصف پرتقال هم بخور. خوبه. سالهای تحصیلات دانشگاهی من به زمانهای خیلی دور برمی‌گرده. اون زمان تو مملکت استاد پزشکی خیلی کم داشتیم. نصف استادمون خارجی بودن. یه استاد آلمانی داشتیم. بهم گفت بیا آلمان دکتر منو بگیر. ما با خودمون گفتیم این که استاد دانشگاه است. دکترش هم لابد آلمانی و خیلی خوشگل همیشه تمومه. رفتم آلمان. دیدم خانوادگی همه گدان. دخترم اینی سیب زمینی پشندی میمونه. رفتن آلمان همانا و 15 سال موندن آلمان همانا. 10 سالم تو آمریکا همانا. زندگیمون شد زندگی عزبی و جیگولبازی و هیپیگری و ماری جوانا و همین آتاشکاله که تو هنم میکشیم. بعدی 25 سال برگشتم ایرون با خواهرم زندگی میکنم. گفتم خب خواهرم حتما برام زن میگیره. نه اون برام زن گیره نه خودش شوهر کرد. سر چرخوندی بیدیم 80 سالمون. خواهرم مرد. تنها شدم. از اون وقت نم نم دچار ترس تنهایی شدم و بخلک. گوش میکنی؟ جناب آره چرا؟ راستش تا اون جای سیب زمینی پشندی ماجرا رو دنبال کردم اما فهمیدم دکتر کلا خیلی داغونه. خیلی دکتر
یه سفر دیگه قلعه پرتغالیا منو میبری به خودت. قلعه پرتغالیا چیه؟ همین دم نوشت که تو ماشین. برو. برو ما رو بر. دکتر. برو آقا جون دنبال قلعه پرتغالیا نگرد. برو جون. برو بلم. انگار هم دیگه. برو ببین. اتاق همه هماهنگ شده، کلیدش لابیه، باید برم کلیدش رو بگیرم. خانم بفرمایید، اتاق شما هم هماهنگ شده. نه شما تو یه اتاق هستین، منتها تختتون جداست. من تهران گفته بودم به تو، من نه آقا سرویستون جداست، تختتون هم جداست. بگیرید من برم خانم. آقا نخور آروم با اختیار داریم. لادن جون شما دیگه داری من جدی جدی لوس میکنی. ای دکتر لادن جون من بهتون زنگ بزنم. دکتر عزیزم، این محبوب دلهایی دکتر، پس شما هم همایشی هستی. من تو کشید فکر کردم علکی بگی دکتری، پس دکتری علکی خودتی. خواهش میکنم، من دکترم راستی. اخ جون چیه دکتر؟ چرا حیرونی؟ چی میخوای؟ چرا اینجوری؟ چی جانم میرم یکی بیارم پیش خودم، یه اتاق بهم دادن تنها. فارسی بهشون میگم آقا من از تنهایی میترسم، نمیتونم، اتاق تکی نمیخوام. مگه حرف حالشون میشه؟ خودم چخلستم. پشت بیا اتاق من، پیش من. تو بیا پیش من، تو مفتی اومدی، من پول دادم اومدم. ببین یه چیز دیگه، از اون کردنی ها اون چیز خبری نیست. دکتر تو فکر میکنی من تو رو واسه قلعه پرتغالیا میخوام؟ نه من تو رو واسه خودت میخوام، خودت. دکتر تو کوه تجربه ای، قلعه پرتغالیا کجا، کوه تجربه کجا؟ ببین مسعود جان، رابطه است که مهمه. لادن منم مثل تو رابطه است که مهمه. پس اصلا اگر بخواد رابطه ای وجود نداشته باشه، پس اصلا رابطه ای وجود نداره. میدونه یه نکته ظریفه، من معتقدم که زن و مرد قربون هم برن. انگلیسیش میشه اتنشن، یعنی توجه. آره. پس توی رابطه قربونم بری یه فوش نیست، اما به تعارف بگم قربون کسی میرم که قربونم بره. از اون طرفم میدونم کسی قربونم میره که قربون میگه برای کسی بمیره که برات تپ کنه. تو باهوشی. مرسی. آی حالم به هم میخوره از این زنای خنگ. شما آدم احساساتی هستی نه؟ آره بابا احساساتی ام، اما یه سرعتگیر سر راه احساساتم هست به نام اقتصاد. اقتصاد خیلی مهمه، کاش اختراع نمیشد. ببین اگه این محموله پول شده بود، همین الان مهمترین سوالم این بود که کدوم محضر بازه که بریم عقد کنیم. چه عجوب، نکنه هولی شما؟ آره من اصولا آدم هولی هستم، از اونایی که کلن هولن، همونایی که مردم بهشون میگن آقا هول نده. مثلا تو مترو صبر نمیکنم اول خالیشه بعد برم تو رابطه، تو صف نونم خودم رو میچپونم اون جلو. این آدم هول الان میخواد هول نباشه، به همین خاطر برای این که بیشتر زیرا به خودم رو نظرم بهت میگم الان قطع کن، برای 10 دقیقه دیگه بیا تو لابی ببینمت. دکتر من به این احتیاج دارم. دکتر با افرادی مثل ما باید نرم برخورد کرد. دکتر یکم دکتر باش. دکتر منم مثل خودت تو ترکم. اصلا سهمیه منطقی منو به من بده، صدام ببرو پشم برم دنبال کارم. تو کارشناس مدو فدو نیستی نه؟ دونجوان تشریف داری شما. برو تو اتاقت. بعد هم میاد از کسی که جلو وزوز کنه. بابا. میگم که وزوز نکنم. فقط لای در باز بذار. راستی بختک مختک افتاد رو چیکار کنم؟ هرچی تکونم بده و صدام کن، اسمم بده. آه یعنی بگم دکتر؟ نه بگو منصور بیدار شو، بلند شو. منصور همین. پس با توجه به این تصویر، ارتباط بین مهرهای گردنی و اعصابی که از بین اینا رد میشه رو قشنگ میشه مشاهده کرد. بفرمایید. آقای دکتر میتونید در مورد تشخیص افتراقی نورالژی های صورت توضیح بدین؟ بله، نورالژی های صورت معمولا مربوط به یا اعصاب زوج پنجم مغزی هست یا همون عصب تریجمو. بله منتظر دکتر جمالی هم راجع به محموله باش حرف بزن. دکتر جمالی بلکن منو بچست. بیا خانم، بیا قربونه، خبر برات دارم. دست اول 20 بگو چی؟ ها یارو اومده تو جزیره سیرک را انداخته. خب وقتی میگم سیرک اون بخش یعنی سیرک ها. خب فهمیدی اینجا از این موارد عجیب غریب پزشکی هست. خوب. داره از صبح آمار این کیس میسا رو میگیره. خب رو هوا زدیمش دیگه. برای که بیا Maybe the percentage of recovery goes up. This material contains an identified power and resource for providing power is beyond of knowledge. So it's little possibility for his recovery. This man is like a star full of sodium
بعد فهمیدم یورو سیرکیه رفته سراغ این مردی که میگن شوش جادویی داره اینا نیم ساعت زیر آب میمونه واسه یه سال با شست رو من بسته من چیکار کردم هیچی قضیه برقی رو کردم تو موقعش یورو سری نماینده فرستاد مدیه نراگیری کردم گفتم نه دیگه شما نماینده داریم هم نماینده داریم در از برای شما گرو کشی کردم که چی؟ که بری بهش بگی داداش برقی بی فش فشه نمیشه آفرین این کاری بوده که دست با در نمید کدوم سیرک؟ خب یه دونه سیرک بیشتر نداریم دیگه همین سیرک همین که اومده اینجا رو مخ برقی هم کار کردم نیم پزه ولی ایشالا درست میشه با شما اگه یه ساعت دیگه داشته بیارون تو لابی من و شما برقی میریم دیگه کار تمومه دیگه با توجه به رفتاری که شما باهاشون داشتین یعنی در واقع باهاشون نراگیری در آوردین من میترسم حضور شما توی پیشبرد و روند مذاکرات ما تاثیر منفی بذاره نه یا دارن کارشون انجام میدن نه پیشنهادمه پیشنهادم اینه که من و آقای برقی با هم میریم خانم شما یه چیزی میگین کنترل برقی خیلی سخته ها شما نمیدونی بعد اصلا خود این یارو سیرکی نمیتونه باشه عرض خانم من میام اونجا وای میسم لام تا گام حرف نمیزنم آقای جودکی کمیسیون شما محفوظه این میکروفونو بگیریم بریم بالا این دکتر الان صحبتش تموم میشه میکروفون احتیاج میشه منم میمونم اینجا با این بنده خدا آقای برقی صحبت میکنم واسهش میکنم چشم The approximation of the chance of this body to recovery much better. منصور اصلا نگران فروش نرفتن محمولت نباش. بهت قول میدم مشکلت یه جوری حل میشه که اصلا نمیفهمی چه جوری حل شد. لا در راست میگی یعنی فروش میره. من وقتی یه چیزی میگم بهش عمل میکنم. این مانع اقتصادی رو از سر راه بردار. باش. سر راه رابطه. باش. فعلا. ببخشید خانم. این دکتر مکتورا داشتن به خارجی درباره درصد بهبودی من حرف می‌زدن. بله، داشتن میگفتن درصد بهبودی شما خیلی بالا رفته. برای همینه که همه ما فکر می‌کنیم شما باید برین سیرک تا قبل از خوب شدنتون از برقتون یه پولی در بیارین. با توجه به این درصد بهبودی بالا، اگه الان از برقتون پول در نیارین، پس فردا افسوس می‌خورین میگین ای کاش این سیرک رفته بودم یه پولی در می‌آوردم. پول خوبه دیگه، کی از پول بدش میاد؟ پول قدرت خریدو می‌بره بالا بالا. بفرمایید. ببخشید شما یه دقیقه اینجا تشریف داشته باشین من میرم با مدیر سیرک صحبت کنم الان برمیام. بفرمایید. قراردادتون اینم چک اولتون این آقای شش جادویی از شما خیلی کمتر گرفته ها شما خیلی ویژه تر هستین بفرمایید امضاش کنید خودکار من میرم خودکار بیارم غلط کردم
غلط کردم. خودم با دست خودم در صدام بردم پایین. من پول نمیخوام. پول به بدن من نمیسازه. من پول نمیخوام. نمیخوام. مذاکره با مدیر سیف داشت عالی جلو میرفت. یه مرد لارج و دنیا دیده بود. تخصص خودش هم جر دادن سینیمسی بود. خیلی آدم جالبی بود. اصلا هیچ مشکلی با خرید محموله نداشت که چک این بابا رو درجا کشید. یهو برقی خودش رو زد، داد زد، فریاد زد، کار خراب کرد، گفت نمیام. خیلی نامتعادل این بابا. خانم بخشید، ببخشید، بنده این هشدار رو به شما داده بودم یا نداده بودم؟ داده بودم دیگه. خانم، آقای برقی لم داره. یه هفته است از تهران تا اینجا دارم گماشتگیشو میکنم کروکیش در بیاد. بچه ها تشریف میبرن بدون من به دلیلی که من هنوز نمیدونم. خب همین بساط میشه دیگه. نذارن آخه من راز مردم برملا کنم. خانم بخشید، آقای برقی زن میبینه حالش بد میشه. میخنده آقای مدو. حالا دیارش بد میشه خانم. دید میزنه پشیمون میشه میره تو فاز غلط کردم. خانم تهران بودیم داشت اومدیم اینجا، یه چکی از این واحد پژوهش براش اومده بود، رفتیم بانک کاراشو درست کنیم. کارم تموم شد سوار ماشین شدیم تو نارمک، از مقابل یک آموزشگاه زمان رد شدیم سر چهار تلفن خونه. این خودشو نزد. زد چه زدنی؟ چرا؟ چون اون یک آموزشگاه زبان دخترانه بود خانم بخشی، دخترانه. این فکر میکنه خدا داره مجازاتش میکنه. نیست در مقابل زنان متزلزل بوده، میگه یه کاری کرده که دیگه هیچ که نتونه من دست بزنه. با خدا معامله کرده، گفته من دیگه گناه نمیکنم، شما درصد خوب شدن من برای بالاتر. تا قبل از اینکه برقی بشه گناهش از طریق لامسه بوده، اما از طریق بینایی. شما هم که اینو برداشته با خود بردی، ببخشید ها، شما رو دید زده یه فکر کرده ای با درصدش داره میاد پایین. ببینم اصلا شما چرا داری با من بحث میکنی؟ ها؟ ببخشید با کی بحث کنم خانم؟ شما پروندی رفته موضوع رو دیگه. آقا جمالی هم گفته من نمیخوام. آخرین فرصت ما رو شما گند زده بهش رفتی، پوشان تو قلمبه از دست ما در رفته. آقا شما دیگه داری خیلی بلند صحبت نه آروم. آقای کارشناس مردم ببخشید، شما زینف نیستی یه ذره عقب واسه قرون بیارم ما ببینیم تکلیف این پورسات ما چیه. میذاره سب کن، این موضوع به ایشون مربوطه ولی از این لحظه این ثانیه دیگه به شما مربوط نیست. لطفا جمع کنیم برین سر میز آقای برقی، غذاتون رو بخورین، کارتون انجام بدین. برم یعنی؟ بله دیگه برین. غلط کردم. ایوا مگه نمی‌بینی داره خودشو میزنه؟ بریم دیگه. حالا مثل که برق داره ها، نمیتونم بغلش بگیرم که. خب دم بسن خودشو میزنه هی. بچم خانم، من محموله شما رو صفحه فیسبوک خودم تبلیغ کردم. تو الانم 200 نفر شیر کردن. این مشتری پیدا میشه شما میفتین دنبال من ها. بری من کی گفتم. از سر دارش آقا جون، این خانم نام زده منه، نمیدونی بدون. ای کارشناس من تو بعده. هم اینو بدون، هم بدون که منم زینفم. تو اگه میتونی مشتری پیدا کنی پیدا کن. خب مشکل تو برمیداری. این گفته خالت نکنم و تو مشتری تو پیدا کن. یه ساعت دیگه هم به من زنگ بزن با هم یه قراری میذاریم. هم یه نشستی داشته باشیم، هم دور هم یه آرهولی میکنیم، هم صحبت میکنیم. بله تو بچه زرنگی هستی. از اول هم با شما حرف میزدم. اگه لازمه رو برقی کار کنی که راضی بشه اون کارو بکن. اگه فکر میکنی کار دیگه میتونی بکنی اون کارو بکن. وقتی میبینم کار رو هوا میزنی لذت میبرم. حق چی بود؟ بشته من خودم از کمترین اندازه شروع کردم تا رسیدم اینجا که کارشناس مطبوع بشم و تو بازار باشم. هم پام این ور باشه هم میدونم تو هم از صفر شروع کردی ولی اونجوری که باید نتونستی خودتو بکشی بالا. خب چه وضعیتی کار تو این باشه که پوشک برقی رو عوض کنی؟ الان بالای 30 سال هستی. مومن من یه کارشناس مدعو کلاسیک نیستم، از اون کارشناسای مدعو که تالت به هم میزنن زیاد دیدی میدونم. از اونایی که قاتل شامپو و خمیر دندونای تو هتلان و تو کیف سامسونه چون شورت و بورس میذارن و چه میدونم عاشق این دستگاه باکسای برقی دمه اداره خون. نه من یه کارشناس مدعو اسپورتم، یه آدم دنیا دیده، یه گرگ خبره. خیلی ادعا میکنم اتو جون، بازی کن. حق چی بود؟ حواسمو میخوای پرت کنی برنده شی؟ دکتر من که برنده هم. من اصلا مشکلم اینه که همیشه برنده هم. حالا شب درازه و قلندر بیدار، رو تو برای روزگار زیاد نکن، همچین رو تو کم میکنه آقای گرگ، آقای خبره. دکتر بعدم میاد نصیحت، دست به خر بودنم نزم، بزو خر بمونم دکتر. راستی دکتر پایه استخ هستی؟
که اینا واسه افراد مردم استخر مفتی گذاشتن. بریم دکتر تنی به آب بزنیم؟ من حوصله آب و آب بازی ندارم. من حموم هم سختم ببینم. دکتر این ترقه فشفشه ها فروش بره. خودم میبرمت حموم عمومی های ترکیه. میدم یه مشت و مالت بدن که کل بختک مختک رو بیخیالت بشن. فقط بستگی داره ببینم این هومن جان مشتری پیدا میکنه یا نه. آقا مشتری واسه تون پیدا میکنیم دیگه. هنوز خیلی مونده بدون ما کی هستیم. بابت همه چی هم ممنون. همه چی ها عجب چیز اسبی بود این قلعه پرتغالی ها. الو استاد فاتحی؟ اشتباه ببخشید ببخشید اشتباه ببخشید. الو استاد فاتحی؟ بودم شما؟ خودتون هستین؟ سلام عرض شد حالتون خوبه؟ قربون شما استاد من از طرف آقای به اسم مسعود به شما زنگ مسعود ببین! بهش بگو میکشمش! بگو سرش رو میبارم میذارم رو سینه‌اش! بگو اگه تو لاشخوری استاد یکی از آروم لطفا من خودم ارباب همه لاشخورم استاد یه ثانیه من اجازه میدین یه ثانیه ببینید من اسم هومن جودکیه شما عرض منو میتونه همون هومن صدا بزنی رفتارت نفرت انگیز بود. نه دقیقاً کجاش نفرت انگیز بود؟ آدرس دقیق بدی ممنون میشم. که این مردی که بوزینه رو کشوندی توی این اتاق و باش قاطی شدی نفرت انگیز بود. اون با نامزد تو بد رفتار کرد. میفهمی یه توهینه. دکتر توهین کدومه؟ اینقدر شیکار میشم از اینایی که همه چیزا میگن توهین آمیزه. این پسره ازو التماس میکنه که بذارین یه چیزی هم گیر من بیاد. من دارم باش نرم برخورد میکنم. این توهینه؟ نه دیگه، میخوای تریپ بحثی و کلاس بالا برداری. هی حال منو میگیری دکتر. الان این یه توهین من پیشتم میخوای برم میرم ها اون وقت شب که بختک رود بیفته چی میخوای بهش بگی میخوای بگی بختک برو بهم توهین نکن برم برو به درک همه رو برای فایده میخوا دختره و هومنو برای پول منو واسه رفتن به قلعه پرتغالیا برو همو حشیش رو بکش منو بلم کن شدی ساقی ننتر دکتر من یه آدم اصیلم باشه ولی من میرم تو اتاقم برو قربونم بری کی کجا؟ من رو میگه آره دیگه باشه عزیزم من خودم زنی بزنم آره میخرم برات باشه بس ببینم چطور میشه باشه گوشی دکتر دکتر منصور 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 جون بلند شو بلند شو منصور جون محسود خواب بودی خواب بودی آره وقتش آره وقتکه آخه طور نیست نازی نازی طور نیست خواب بودی آره آخه هل خواب نرفتی نه نرفتم ولی رفتم ولی برگشتم با اینکه پاشت دادم بهت گفتم قربونم بری آخه باز دلت دارم شیر زد پیشم بود اشکالی نداره تو رابطه پدر پسری پیش میاد دکتر من همیشه مثل پسرت پیشت میمونم اصلا یه آپارتمان دو طبقه حیاط داره باحال طرف خیابون بهار میگیریم همون محله که دوستش داری شما میری طبقه اول من و لادنم میریم طبقه دوم خوبه آره خوبه دکتر برات زن میگیرم چا دکتر بیا مادر منو بگیر من بابام مرده مادرم هم تنهاست عاشق آدمایی مثل شماست بابام یه لات بد دهن بود اما مادرم دلش میخواست یه شوهر متشخص داشته باشه که با همدیگه توی پری کجایی گوش کنن دکتر اینایی که بهت میگم این واقعیته داداش پیدا شد مشتری یکی از رفقای ما تو فیسبوک تبلیغ دیده کل مهمونه رو میخواد ما شدیم نمایندهش در مجلس شما میریم چهار بار واسه تحویل باری کلا دکتر مشتری پیدا شد دیدی
دیدی؟ الان به زنگ زنم. دیدین خانم، دیدین به درد میخورم، دیدین مشتری پیدا میکنم، اینه. چه عالی. آره دکتر با هم میریم، نه یه پدر پسرشو تنها میذاره نه یه پسر پدرشو. ما راهیشیم. خب الان باید راهیشیم چابهار دیگه. آخر شما نه، ما راهی میشیم. ببینید خانم بخشی، ببخشید آدم ها اصولا یه بار فرصت دارن گند بزنن و شما این فرصت رو سوزوندین، اما در عوض مراقبت از برقی رو میسپریم به شما. چطوره؟ بلکه من برای مراقبت از برقی قرارداد اینجا دارم، یه 4 میلیونی توش هست. گرچه با این مهمونه اینا ممکنه بهش احتیاج پیدا نکنم، ولی گفتم چرا از بین بره. شما باید دیگه مراقب ایشون باشین. ولی چند تا نکته. اولا که چون هنوز میدونید دیگه به جنس مخالف سر حساسه، خیلی بهش نزدیک نشین. این اخم و اینا خیلی خوبه، همچنین سنگین لباسه پوشین و حدس هم نزنین دیگه. چه کاریه؟ برای که این موخش رو تحریک بشه، درصدش بیاد پایین، درد سر میشه و هم برای شما هم برای ما. نه استاد فاکری، نه این دریا نمیدونم طوفانیه چیچی، این کشین منار جمونه داره ما رو همینجور میجمونه. ببین استاد من چند بار ازش پرسیدم این آدرس انبار دقیقا کجای چابهاره، خب نمیگه، فقط دیگه چابهاره. من هم دیدم اوه دیدم اگه خیلی گیر بدم خیلی خر نیست که اینم شاخکاش را میفته بعدن گرفتارش. ببین الان داره بهم نزدیک میشه، بقیهش رو اسمس میکنم برات. حالا قربونه دعا کن پاهم به زمین صفر برسه. آه. ببینم میگم بریم قهر پرتغالی ها؟ نه در مقطع حساس کنونی به هوشیاری بیشتر از این احتیاج داره. پس واقعا یه پرتغال شو بخور. خوش I'm going home see my baby when I'm going home see my girl hey Jonah don't you know چی عزیزم داری با زیاده دستمس بازی میکنی نه؟ نده مگه ما از زیدای شما سوال میکنیم که شما از زید ما میپرسید داداش؟ نه خب تو این کار نمیکنی قبول دارم حرف حساب جواب نه ایوان Well I'm going home to see my girl But don't you know she's really little king But don't you know she's really king Well I'm going شارژر موبایلا داری؟ شارژر نه کنبنزه بینم کارخون داره یه بابای باید پولی میدخته واسه ما ببینیم ریخته نریخته سر کاری چجوری باید رسته نمودار مصرف نگران کننده است. ول کن دکتر این تن سالمو میخوای ببری زیر خاک چیکار؟ من 15 سال خری نظریه شدم. لطفا این حرف نزن عصبی میشه. این چیه داره زیر پا میلرزه؟ گوشی همونه زده به شارژه قایمش کرده این زیر میران آکس بزگل باری ازش خوشم میاد. یکی داره پول میریزه تو حسابش همزمان سمس میدبرش. نکنی کارو زشته. میکنم این کار. میخوام ببینم این بعد ترکیب چجوری با زیدش اسمس بازی میکنه. رمزم گذاشته واسه من میمون.
چیه میترسی دستت خط بخوره داری بازی ادت اسم اسپازی میکنی نه؟ بچه من باید یه تلفن بزنم رو مخ تا نه ولی جدن زده باشر برو چقدر برده؟ من موبایلم شارژ نداره دکتر گوشیت بده من یه دقیقه من موبایل ندارم چرا نداری؟ یعنی چی نداری؟ برای اینکه کسی رو ندارم من به گول پدرم بخندم بگی دیگه بذارم تو بری قلعه پرتغالی ها راست میگه قلعه محله میری هر جا میری برو بر پشت فرمون نشی بابا تو گوشت بده من که با پول ندادم یه طرفه شده سر چهر زدون قرض داده برای اینترنت مثلا داشتی چجوری بازی دیده سمس بازی میکردی؟ این از این چیزا هست از این بسته های پیامک رایگان پنجاه تا بیا 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 یه تلفن کارتی بیا بزن کنار منم کارت دارم یه دو دقیقه نفس بگیر چیه دوتو جان؟ دنبال چی میگردی؟ دنبال یه چیزی میگردم بازه ببینم دنبال یه چیزی میگردم نادر یه لحظه گوشی برین اومد برین اومد نمیخوام حرفامو گوش کنه به شما یاد ندادن حرف مردمو گوش نکنی تو که میدونم دیپلمم نداری اما دکتر توی دانشگاه برشگاه به شما چی یاد دادن بری عقب عقبتر عقب بیشتر بیشتر الو رادم الو سلام سلام چرا داد میزنی؟ یه مشکل کوچیکی پیش اومده که بعدم برات توضیح میدم مشتری هومن پری خب الان فقط وقتش نیست. تو باید هر طوری که میتونی برقی رو راضی کنی که واسه کم کاری کنه که ما بتونیم این معموله رو به سیرکیه بفروشیم که بتونیم ازدواج کنیم که بتونیم جشن بگیریم که بتونیم پول پیش خونه رو بدیم. فقط تو باید راضیش بشی. ببین به برقی بگو چه دنیای رنگارنگی در انتظارشه اگه سالم بشه چون خود ما میخوام یه پول قلمبه بذاریم رو قیمتش. آره اینو قشنگ تو کلهش فرو کن. چی میگم بهش؟ چه میدونم یه جوری باهاش راضیش کن دیگه باهاش حرف بزن. میگم پول بیشتری. آره چه میدونم. آره آها بهش بگو پول گیرت میاد آره خب بهش بگو خودتو نگه دار خبر مرگ دید نزن تا درصدت بالا بمونه نیاد پایین باشه آره گوش الو لادن من شارژ گوشیم تموم شده خب اگه زنگ زدی گوشیم قطع بود به این هومن اوزگل زنگ بزن خبر بده حواست باشه که اون نفهمه من این تماسو باهات داشتم باشه؟, باشه فقط بهش بگو برقی یهو راضی شد همین عصبی نباشه خدا حافظ خدا تو قرصای منو بلند کردی؟ یعنی منظورت اینه که من دزدم؟ دزدم من؟ نه. خسته شدم از التماس. دیگه من اینجا رسیده. بعداش هم که اختیارش دست خودم باشه. تو بیخود کردی بچه دزد. هفت سیسی. هفت سیسی. شش سیسی کم شده. پنج سیسی کم شده. چهار سیسی کم شده. ولی ناگهان پنج سیسی شش سیسی اضافه شده هفت سیسی هفت سیسی این چه کم کردنی که زیاد شده تو کم کردن دوز منم خراب کردی اما هشیش تو بکش بیا از قلعه پرتغالیا خبری نیست اون قرصای کثافتم بریز دور بهشون احتیاجی ندارم این چرا اینجوری میکنه هومن من قرار بود پسر این باشم پسر پردردسر هستی یکیش اینه که جنبه نشگی نداری خوب نیست من میخوام ارتباطمو با تو قطع بکنم تو آدم روانی هستی من پسر روانی نمیخوام من اگه شده تو خواب خماری خواب به خواب برم دیگه استفاده نمی کنم من با کسی که یواشکی بره سر وسایل شخصیم و قرصان ورداره هیچ کاری ندارم بریم منو ببر چارک میخوام برم دوباره زندگیم خوبه دیگه میخوای آدرس انبار رو بده خوبه که... و زهرمار همه با هم میریم انبار سری بشین تا هم میخوای خود رو این تصمیمت فکر کن بشین گفته بشین بشین هفت سیسی هشت سیسی پنج سیسی شش سیسی بشین حالا بشین بشین تو باشه حالا تابچی دیوانه آلمام ایلادن ایلادن خر کی بر سرت این مسعود بیشور به درد تو نمیخوره احمق من میگه هر کاری میتونی بکنی بکن راضیش کن آخه این چه حرفیه به من میزنی؟ بیشونی حرف تو این آمیزه ای خدا ببین به چه خاری و زاری افتادم
واسه چی؟ واسه اینکه تنها نباشم. خدایا خودم از دست خودم در رفتم. همش دلم میخواد یه کاری کنم بشه، ولی اگه قرار خاری و خفت ادامه پیدا کنه تو یه کاری کن نشه، اصلا بشه با من نشه با تو. خانم از ماشیاتون رو زودتر انجام بدین، کار من تموم شه بره. آقای برقی، یادتونه اون دفعه رفتیم سیرک برای استخدام شما؟ چی میخواییم بگیم؟ اون بار قرار بود 60 میلیون قرارداد ببندیم. 100 میلیون خوبه؟ پول به بدن من نمیسازه، پول حال منو بد میکنه، حالمو خراب میکنه. البته پول فی نفسه چیز بدی نیست، منم که جنبه ندارم. اگه پول دستم باشه مطمئنم کاری میکنم که درصد بهبودیم بیاد پایین. شما باید مراقب درصد خودتون باشین. این کلمه ای که گفتین خیلی قشنگ بودا، فی نفسه. آه فی نفسه، این که فی نفسه پول چیز بدی نیست. خب این ما آدماییم که میتونیم برای پولمون نقشه های خوب بکشیم، میتونیم به جای صرفش تو امور شرعیه تو امور خیریه صرفش کنیم. مثلا کمک به فقیرا، کمک هزینه دانشجوهای فقیر، مدرسه ساختن. اینجوری شاید درصدتون بالاتر هم بره ها. حالا پول بده؟ 100 میلیون کمه؟ آقای برقی قبول کنی، خواهش میکنم قبول کن. من احساس میکنم که باید پیشنهاد شما رو قبول کنم. من همین الان میخواستم مرتکب چندین گناه بشم که موانعی مانع دیده من شدن. این یه نشانه است، یعنی که من میتونم هم خودم و هم درصد بهبودی مو نگه دارم. یعنی که من پیشنهاد شما رو قبول میکنم. بخواب دکتر، بخواب که این خواب خماریه. اصد است خانم بخشیه. بخشی که؟ الو الو آقای جودکی، این بابا چرا میخنده؟ خانم بخشی، کارشناس مدعو شما فامیل شده ولی فامیلیتون رو نمیدونه. دادنه بده من گوشی رو. آقا جودکی میشه بده به مسئول لطفا، برقی راضی شده واسه این همکاری کنه. میگه برقی راضی شده؟ چجوری آخه با... الو الو بابا، الو راضی شو؟ آره بابا راضی شو. ببین پس تو پشیمون نشده ما برمیگردیم چهارک. راست سفر ما ممکنه دو سه روز طول بکشه، همایش هم که داره تموم میشه. پس نه 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 نه، شما نمیتونی بمونی اونجا تا ما برگردیم. پاشیم بیاین چهارک، از اونجا به اتفاق میریم چابهار، بارو برمیداریم میدیم سیرکیه. باشه باشه. الو الو قطع نکن قطع نکن قطع نکن. الو ببین داری میای شارژر منو تو اتاق برده بیار. باشه میام. آره خداحافظ. بگی این آشغالته واسه تو که فرقی نمیکنه، بالاخره پیشنهاد سیرکیه پیشنهاد تو بوده، پس ناراحت نشو، تو هنوز با مایی.
آره مجی خوبی؟ آره خوبم. کجایی؟ زخمت بهتره؟ آره بهتره. بخیار جوش خورده؟ جوش خورده. مجی تو باید یه همکاری با من بکنی. من بار ترقای فاتحی رو کشتم بالا، الانم بدجوری دنبالمه. تو باید یه کاری برای من بکنی. از فاتحی داده منو بزنن؟ نه عزیزم، کار فاتحی نبوده. هنوزم بهت میگم موضوع تو کار اون نبوده. هر وقتم که مطمئن شدی کار اونه، پس بدون که من تو رو لو دادم. چی میگی؟ اصلا این داستان من با داستان تو دوتا موضوع متفاوته. من تو رابطه کاریم با فاتحی به این نتیجه رسیدم که این ضربه رو بهش بزنم. من تو عالم قوم و خویشی از تو میخوام که این کمک رو به من بکنی مجید. بعد از این کمک دیگه اصلا لازم نیست کار کنی، با هم میریم خارج. همین پس فردا میری دوتا بلیت میگیری میری با هم خارج. این که بگم پس فردا یعنی پس فردا میریم ترکیه، از اونجا میریم جای دیگه. بله خب پس گوش کن مجید، همین الان میری چابهار، آدرس یه انبار برات اس ام اس میکنم. خب میگه به صاحب انبارش میگه نشون به اون نشونی که مسعود موقع تخلیه بارداش با زنش تلفنی دعوا میکرد، داد میزد خفه شو. مگه زن داری مسعود؟ به من دروغ گفتی؟ داشتم به فاتحه پای تلفن فوش میدادم، جلوی اونا علکی گفتم دارم با زنم دعوا میکنم. آخه من زنم کدوم قبرستون بود؟ تو نمیدونی من زن ندارم؟ زن دارم من. تو زن نداری؟ زنم کد نه بابا. خدا راست میگه. بله. منتظرم. سلام، شارژر رو آوردم. ببخشید یارم. عوضش آقای برقی آوردم. حالا شارژر چه اهمیتی داره؟ الان که همه با هم تلفن منم هم پس اگه کاری داشتی میتونی با موبایل من انجام بدی. گوشی تو بده. الان خط تو دایرکت می‌کنم رو خط خودم. خوبه؟ ماشاءالله چه بد اخلاقم هست. بابا آقای جودکی برای چی تلفن منو میگیرین؟ آه برای چی تمرکز منو به هم میزنین؟ من همینجوری با وضعیت شما تمرکز ندارم. خانم من به تلفن شما چیکار دارم؟ منو مسعود میگیرن. خب مسعود برای چی میگیرین؟ گوشیش دایورت رو گوشی من نمیدونین؟ آها خب می‌خواستم اونم دایورت شده. الان جفت اینا بیدار میشن. این بیدار میشه پاچمونو میگیره، اون بیدار میشه دستت چابچا میشه. ببین کرمریزی حالتو میگیرم. چش بچه ها بیاین تا ابد دوستای خوبی باشین. نخوری به من الان میره بعد میگیره. اینقدر بارو بندی جمع نکنیم، بذاریم اصلا جا داره اونا اونو گراس داره میره تخت خواب بخوابه. اول جا بعد بار. جا داره دیوانه نبودیم اومدیم اینجا واسطادی. یه عمر ترخیص کار همین برای شما گرگ بیابونی. بله چی شده؟ باز فکر کنم یکی رو دید زده الان فکر کنه در سرش داره میاد پایین. ما عدس این چیکار کنیم؟ چی ما بزن کورش کن چیکارش کنیم؟ کجا؟ خانم ببخشید. شما الان با قهرین؟ شما چی میگین کلا؟ شما خیلی مزاحم من میشینا. چیکار بابا بعدی خانم بخش؟ چیکار کنیم؟ کتاب چگونه جذاب باشیم بخونم خوبه؟ مو بکنم یا لباس مارک دار بپوشم؟ بابا وضع ما بد نیست، خیلی بهتر از این کارشناس مدعوه که حتی فامیل شما رو نمیدونه. با هم دوست میشی؟ شما واقعا آدم کثیفی هستی. نه دیگه نباید بگی کسی انا باید یه جور چک برمیداشتی میزدی گیش. فیسبوکت رو خوندم، تازه جدا شدین. ما هم چیزی بدی نمیگیم، یه ریلیشنشیپ پارتنر توری ملو بد نیست. ببین خانم بخشی،
دلدادگی شما به این کارشناس مدعو اصلا عاقبت خوشی نداره. حالا دیگه خلایق هر چه لایق. بیا عزیزم این عینک جوشکاری رو بزن به چشت، دید نزن که دست نخوره به اون درصد وامون در. بزن غلط کردم میفتی بعدش. زنم بردیده تا دل گردد ازت. حال میکنی چشه یه بردم دکتر؟ خب دکتر داریم نزدیک میشیم به جایی که فرودگاه داره و بری از شر من خلاص شیم. من سعی کردم پسر خوبی برات باشم اما خودت نخواستی. این هم پولت، این هم قرصت. بله آقا مسعود هستین؟ من میرم یه سطحی برمیگردم. چطه؟ چرا اینجوری هستی؟ پر چی منو وادار کردی دوباره این برقی راضی کنم؟ مشکل مشتری جودکی چی؟ جودکی کی؟ هومن دیگه. خب گو هومن؟ من اسم کوچیکمو عوضی صدا نمی کنم. مشکل مشتری جودکی چی بود؟ ادقه بیرم این هومن دشمن من. این هومن همدستی آدمیه که اون آدم دشمن خونی منه. هومن تو را کجا میشناخته که بخواد با دشمن باشه؟ خب این آدم تو فیسبوکش برای مأموری من تبلیغات کرده. مأموری منم یه مأموری تابلوی بوده. بعد اون یکی آدم دیگه شخصش خبردار میشه که مأموری منه. بعد این آدم با اون یکی آدم دیگه تبانی کردن که منم از دودا. خب تو با اون یکی آدم دیگه چرا دشمن؟ باورت نمیشه لادن، به خاطر یه دلیل کاملا مسخره که به تو مربوط میشه. ببین لادن، اون یه آدم دیگه اسمش فاتحیه، دختر فاتحی عاشق من بود، دوبارم به خاطر من خودکشی کرد، یه بار رگشو زد یه بار قرص خورد. فاتحی فوق العاده آدم پولداریه و در این حال فوق العاده آدم کینه‌توسیه. دخترشو نگرفتن به خاطر تو، دختره راهی بیمارستان شد، دختره شده از این زنای شاخ که رنگی رخشون مهتابی میشه و دور چششون سیاه میشه و لباس آبی آسمونی میپوشن و چه میدونم دچار اختلالات هورمونی میشن، مو از اینجاشون در میاد و فروغ از چششون میره. به من چه؟ دختر فاتحی اگه با منم ازدواج میکرد با صورتش مو در میآورد و فروغ از چشش میرفت. منتها فاتحی اینو از چش من میبینه. دفعه اولش هم نیست که از این بلاها سر مردم میاره. یه مجید نامی بود نوه خاله من، همین چهارشنبه سوری به خاطر یه ماجرای یه زن عمده فروش بازاری داد مجید رو زدن. من هر طوری شده باید امشب هومن رو دکش کنم. پناه بر خودت، چی کارش میخوای بکنی؟ نه بابا نه این آدم پولکیه، پول آرومش میکنه. کمیسیونی چی بهش میدم؟ گروش گم کنه بره رد کارش. همین اون چیه دستت گرفتی از پایین تا چی حالا؟ این؟ سر راه بقالی به جای بقیه پولم گرفتم، گفتم شاید لازم بشه. دیدی مال ترک کردن نیستی؟ دیدی؟ نه 80 سال شدنت، نه زن نگرفتنت، نه بچه دار نشدنت، هیچ کدوم تقصیر اون استاد آلمانیه و تقصیر اون دختر سیب زمینی پشندی و بیشوهری خواهرت نیست. خودت شلمنشلی بودی. هم خودت شلمنشلی بودی، هم از اونایی بودی که زیاد سرویس میدن کمتر سرویس میگیرن. گذاشتم جلو دستت که هم از خماری نمیری، همم بفهمی با خودت چند چندی. فکر کردی اگه به من خماری بدی من میمیرم؟ فکر کردی من میمیرم؟ نه من زاپاس داشتم. من زاپاس داشتم. زاپاس من زاپاس دارم. هومن بیا یه سر بریم قلعه پرتغالیا. منم در قفلم گره کلیدم دستم بوده من تا صبح که واسه برم کلیدم ساعت خون ناز داخل اتاق. همونجون این ستا والدی که اونجا پارک میکنن اینا چی هن؟ چیکار میکنن؟ گازگر کاچاق میکنن، بار که زدن اینجا پارک میکنن پوچه میان بالا میخوابن. چند دفعه قبلی میادم اینجا بار ترخیص کنم اینا نهیده بودم اینجا. همیشه میان اینجا، شما نهیدین چون این نصف شبه از اینجا بلند میشن گازگرشون ببرن برای پاکستان برن. ساعتم تقلیبی چا بود کم تو بری بیا اوی زیاده که آره بیرم قلعه شگفت انگیز قلعه پرتغالیا پرتغالش کن. بیا بس همه نه بس هم از آدم من اصلا چیگه بیرم اون شگفت انگیز آره اوه سرم گیج میره این مخم مثل سوزر چرخیاتی اونجوری میره. آقا این قلعه پرتغالیا شما چرا بغض میره واسه من؟ مسعود چی شما عیون بودین؟
یعنی میز نارخوری داشتیم، تخت خواب داشتیم. تو چی کار داری به میز نارخوری و تخت خواب مخت خوابمون؟ چیه به چلی که یکیه میکنی؟ بابا رو زمین قدیمی تره، بهتره، قشنگتره. ببین فقر و نداری تو زمانه های مختلف فرق میکنه. مثلا تو زمانه داداش بزرگ و خواهر بزرگ ما فوش صابخونه بود و دفتر مش نداشتن لباس پاره، ولی تو زمانه من یه چیز دیگه است. اما اونا الان آدم حسابی شدن مسعود، گشتگی یه تکونه بهشون داده به خودشون رسیدن. ولی من آره بابا میدونم فرق نه، گوش کن، فرق تو زمانه من نداشتن میز نارخوری و تخت خواب اتاق تک نفره بوده. میسم من دیگه نمیخوام رو زمین بخورم. آره؟ آره. اگه دلت میخواد رو تخت بخوابی و رو میز غذا بخوری، منم دلم میخواد ویلا و پنت‌هاوس و بی ام و داشته باشم، چون شما جاتون رو زمین مینداخته مرفرست و هوا. حالا قفلت میکنم قشنگ. مرحله بعدی هم اینه که بنازم به توبانه تا این قاچاقچی های گازوئیل رو ببرنت پاکستان لیتری 4000 تومان بفروشند. فقط یه دو سه ساعت دیگه تا خواهر بچه. مجید من خوبی؟ شارژ گوشی من کم، شارژرم رو گم کردم، واسه همینم الان باید زود گوشیمو خاموش کنم. باشه. تو اگه کاری داشتی به من اسمس بزن، من هر یه ساعت یه بار گوشیمو روشن میکنم، چک میکنم. باشه. تو دیگه الان باید راه بیفتی، به این راننده بگو گاز بده که با هم همزمان برسیم، چون دیگه منم الان دارم راه میفتم. دکتر، دکتر منصور، منصور گفتم که امشب دارم میرم. نگفتی؟ گفتم. گفتی میرم هومن اخراج کنم، نگفتی داری میری؟ گفتم میرم اون اخراج کنم که بعدش امشب خودم برم کارا رو جلو بندازم. اون مجیده که فاتحه داد به خاطر اون زن عمده فروشی زدنش، گفتم به یادته، اون الان رفته جنسا رو از انبار برداری بره کیش. حواست نیستا؟ حواست پرت عاشقی. بله عاشقم. مسعود کی عقد کنیم؟ در اولین وقته داری. موافق فردا بریم شیراز؟ میتونیم عیدم شیراز باشیم. راستش من امروز زنگ زدم به یکی از دوستام، ازش سوال کردم، گفت فردا بعد از ظهر پروازم هست. قرار ما فردا بعد از ظهر 4 بعد از ظهر فرودگاه چابهار به مقصد شیراز، چطوره؟ پایان. برو استراحت کن. در ضمن دوستت دارم. شب بخیر.
بله جون. پشو قبوله. پش بشین جلو. پشو قبوله. پش پش. بودو بودو. ما بریم چهارک که بریم کیش. شما هم قراردادتون با این سیرکیه ببندیم. من پول شما رو بدم به شما. مجید اسمس صده پشت سرمونه. برقی جون همه چی به زیبایی رله است. ما جلو، مجید پشت سر. مجید کیه؟ مجید؟ مجید یه آدم حرف گوش کنه. ای وای. سلام، خوبی؟ من یه لحظه روشن کردم اما واقعا داره باتری میره. دلم نمیاد جوابتو ندم. ببین من واقعا میترسم باتری تموم شه. خیلی شیطونی. خدافظ. این موبایل با اومدنش برقی جون ارتباط زن و مرد رو به قبل و بعد خودش تقسیم کرد. ارتباط زن و مرد در اصل یه ارتباط دو طرفه است. اما در مورد من یه طرفه بود. زن برای من دقیقاً همون چیزی بود یا همون چیزی شد که از بچگی توی شهر فرنگ دیدم. با یه قرون زنایی می‌دیدی با لبخندای بزرگ، موهای افشون، دندونای ردیف، با صورت‌های صورتی. صورتی رو دست کم نگیر، صورتی رنگ خاصیه. از این حرفا نزن، حالت بد میشه، دن من مام سرویس میشه. راست میگی، غلط کردم، غلط کردم. بابا ویلکوم بامزه، لامصب شارژ نداره. هرکی جون حرف زدی، حواس ما رو پر کردی، یاد رفین خاموشش کنم. بفرما، شارژش هم رفت. غلط کردم. الو. ببخشید مثل اینکه اشتباه گرفتم. الو. الو مسعود. الو آقا قطع نکنین، اشتباه نگرفتین. گوشی آقا مسعود شارژ نداره، خطشون رو دایورت کردن رو خط من. شما اگه حرفی چیزی دارین، پیغامی دارین به من بگین، من به ایشون میرسونم، من فردا میبینمش. یا اینم که میتونی خودتون ساب کنی، تلفنشو بزنه به شارژ با خودش حرف بزنی. الو. الو. بله دارم گوش میکنم، بفرمایید. ای بابا آقا من چی رو بفرمایم؟ شما تلفن کردین، شما باید بفرمایید. آدم نگران میکنی. اتفاقی افتاده؟ اصلا شما کی هستین؟ شما؟ آقا اگه مسئله پیش اومده به من بگی، من نامزدش هستم. نه اتفاقی نیفتاده. من دوست مسعودم، اسمم مجیده. ای آقا مجید، من شما رو میشناسم. شما منو از کجا میشناسین؟ خب مسعود برام گفته دیگه، حتی برام تعریف کرده که آقای فاتحی سر و ماجرای خانم عمده فروش به شما آسیب رسونده. ببینین نهایتاً مسعود یک ساعت دیگه گوشیشو روشن میکنه، خب اون موقع میتونین باش صحبت کنین. خیلی خب پس تماس میگیرم. ببینم شما الان دارین بارو میبرین برسونین به مسعود دیگه، درسته؟ آره دارم میرم بارو بدم به مسعود. شب بخیر. شب بخیر.
کرده. خیال وافتم. جان خورد به در صدام. غلط کردم. جان خورد به در صدام. غلط کردم. برقی شو. برقی. برقی. مهم نیست. مهم نیست. خیال خود بر سرم من. خیال خود. شرط خوبه؟ ای خاک بر سر من، من چنده پول ندارم، پول واقعا به بدن من نمیسازه، من پول نمیخوام، پول نمیخوام، پول نمیخوام، پول نمیخوام. برین اون مرد دیگه، پراکنده شیر، برو اون بر. سیدی، اهلا و سهلا. وضعیت درصد چطوره؟ آه اونجا رو چیه خواب آتیش بازیه دیگه؟ یه نشانه است که من با تو نیام، که دستم از پول کوتاه باشه. این یه آتیش بازی مال شب عیده. من شرایط دارایی ثروت رو ندارم. پول برای سلامتی من مضره. پول وسوسه های منو زیاد میکنه. جان مادره، جان زنه، جان بچت شوخی نکن. متاسفم. تو غلط میکنی. احترام خودت رو نگه دار. شما موبایل داری؟ شما موبایل داری؟ بده. الو مجید، یه کاری کن. بارو برگردون بندر، ببر تو انبار. باز مرجوعش کنیم، امکان فروشش وجود نداره. من باز برم همون کشوری که معموله رو خریدم، پولو با 30% کسری پس بگیرم. مجید، فردا برو انبار پیش یه آقای به نام فدایی. به فدایی بگو کارهای بارو انجام بده. برگردون و بارو تو کشتی مرجوعش کنه. حق تو محفوظه. من همین فردا باید بلیط بگیرم برم چین. تو هم این بار کارهای مرجوع انجام بده. سلام. یه تیکت برام صادر کنید واسه اولین پرواز بچین. پکن؟ پکن. سه روز دیگه. نه خیلی دیره، زودتر. 4 ساعت دیگه میرسین؟ میرسیم. یه توقف 2 ساعته تو فرودگاه دوحه داره. ویزا داریم؟ هی، هاو ار یو؟ یس آی ام. How's it going? Where is Mr. Chan?
شهر خاموش می باشد. The mobile set is off. آقای مسئول ترامی مسافر شیرازی و فرد از تماشوگان بگیر.